بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام و درود بر شما همراهان گرامی. به این بخش از اخبار شبانگاهی خوش آمدید. من مهدی بهنام در جوار حرم آقا ابو عبدالله الحسین علیه السلام در خدمت شما بینندگان عزیز هستم. سرخط خبرهای امشب: سومین سال تسلط دوباره طالبان بر افغانستان. سامرا شاهد حضور گسترده زائران اربعین به منظور زیارت مرقد مطهر امامین عسکریین. و ادامه پوشش مشایع اربعین توسط مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام. وقت شما بخیر. 24 مرداد سومین سال سقوط نظام جمهوری و تسلط دوباره طالبان بر افغانستان بود، روزی که از سوی طالبان به عنوان روز پایان اشغال تجلیل شد. اما مردم افغانستان این روز را به عنوان روز سیاه تاریخ می دانند. همکارم گزارشی در این موضوع تهیه کرده که با هم می بینیم. 24 مرداد، روزی که گروه طالبان در نتیجه یک توافق نامه صلح آمریکا با این گروه و تبانی برخی از گروه‌ها و افراد در داخل افغانستان بر این کشور مسلط شدند. این روز از سوی شهروندان افغانستان به عنوان روز سیاه در تاریخ معاصر این کشور به حساب می آید و سومین سال تسلط طالبان بر افغانستان سیاست‌های محدود کننده این گروه علیه مردم افغانستان و اقدامات حذفی و تبعیض‌آمیز آنان همچنان ادامه داشت و زنان و شیعیان هزاره همچنان با بیشترین محدودیت نسبت به حقوق و آزادی‌های خود مواجه بودند. در سومین سال تسلط طالبان بر افغانستان، ممنوعیت آموزش و کار زنان و دختران همچنان ادامه یافت و طالبان با وجود وعده‌های مکرر این محدودیت‌ها را لغو نکردند. سیاست‌های محدود کننده طالبان نسبت به حقوق و آزادی‌های مذهبی شیعیان افغانستان در سومین سال سلطه این گروه بر افغانستان نه تنها ادامه یافت بلکه تشدید شد. این گروه در دهه محرم محدودیت‌های بیشتری نسبت به سال قبل برای عزاداری شیعیان وضع کرد و در شهرهای مختلف پرچم‌های عزاداری را از بام خانه‌ها، دکان‌ها و فروشگاه‌ها پایین آوردند و پاره کردند. طالبان امسال همچنین شیعیان را از دعوت سنی‌ها در مراسم عزاداری محرم، گفتگو با رسانه‌ها در مورد عزاداری و حتی پختن نظورات در خارج از مساجد و حسینیه‌ها منع کردند. بر اثر برخورد خشونت‌آمیز طالبان، یک جوان عزادار در هرات به شهادت رسید و چندین نفر دیگر مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. حکومت طالبان همچنین تدریس فقه جعفری را در تمام مدارس و دانشگاه‌ها از جمله مدارس خصوصی ممنوع کرده است. قتل‌های زنجیره‌ای هزاره‌ها و شیعیان و حملات تروریستی هدفمند علیه آنان نیز همچنان ادامه دارد. دیدبان جهانی حقوق بشر در گزارش تازه‌اش گفته است که شیعیان در افغانستان از زمان سلطه دوباره طالبان دیگر آزادانه نمی‌توانند مراسم مذهبی خود را انجام دهند. در تازه‌ترین گزارش کمیسیون ایالات متحده در مورد آزادی بین‌المللی ادیان که در اوایل ماه آگوست منتشر شد نیز آمده است که حاکمان افراطی طالبان علمای دینی شیعیان را خاموش ساخته و آنان را از برگزاری مراسم مذهبی منع کردند. از دکتر عبدالواحد افضلی، استاد دانشگاه تورین از ایتالیا، پیرامون این گزارش دعوت به عمل آوردیم. آقای دکتر افضلی سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. آقای دکتر، در سومین سالگرد تسلط دوباره طالبان، این گروه تسلط خود را پایان اشغال، اما مردم آن را روز سیاه تاریخی نامیدند.
از نظر شما چه خساراتی به شیعیان و مردم افغانستان طی این مدت وارد شده؟ بفرمایید. با سلام خدمت شما و بینندگان گرامی. در مورد تسلط مجدد طالبان بر افغانستان، خسارت هایی که این گروه وارد کرده خسارت های معنوی و اجتماعی قابل توجهی است که در مدت 20-21 سال حکومت جمهوریت با تلاش جامعه افغانستان و به صورت خاص جامعه تشیع به دست آمده بود. البته اون دستاوردها هم به آسانی به دست نیامده بود، اما به هر حال با تلاش های جامعه افغانستان و به خصوص شیعیان و همچنان پیگیری حقوق بشری حقوق اقلیت ها توسط نهادها و سازمان های بین المللی یک وضعیت تقریبا مناسب ایجاد شده بود که آزادانه هر اقلیتی، هر گروه قومی و مذهبی می توانست برنامه های مذهبی خودش را اجرا بکنه و از جمله شیعیان. اما بعد از بازگشت طالبان، آنها بانک ادعا میکنند که امنیت را در افغانستان آوردند، اما بانک امنیتی هنوز هم وجود نداره به اون شکلی که ادعا میکنند. و از طرف دیگه عامل ناامنی در طول 21 سال در دوره جمهوریت همین گروه بودند. امروز که شما میبینید در سالگرد 30 سال استقرارشون بشقاب‌های زرد رنگ رو به نمایش میگذارند، از این بشقاب‌های زررنگ به عنوان عملیات‌های انتحاری و انفجاری استفاده می‌کردند که بسیاری از اونها حتی در مدارس و دانشگاه‌ها اتفاق افتاد و راه اتصالاتی مردم را از بین برد و در بسیاری از موارد مردم هزاره و شیعه‌ای که در دوردست‌ها زندگی می‌کردند مسیر راهشون شهید دادند به خاطر همین بشقاب‌های زرد. ولی اینها همون بشقابی رو که بر علیه مردم استفاده کرده بودن، حالا به عنوان نمادشون استفاده میکنن، به عنوان سمبولشون استفاده میکنن و این نشون میده که نه تنها این گروه از کارهایی که در این 3 سال و 21 سال انجام داده پشیمان نیست، که بلکه آن را افتخار خودش میدونه. بنابراین با این زاویه دید انتظار میره که اینها هر سال محدودیت‌های بیشتری را وضع بکنند و شرایط سخت‌تری را خصوصا برای گروه‌های اقلیت ایجاد بکنند. و از طرفی باور این هست که این گروه یک گروه نیابتی است. حالا با توجه به گروه‌های افراطی دیگری که در خصوصا در کشورهای عربی هستند و تامین سرمایه می‌کنند و هزینه‌های مدارس جهادی اینا را پرداخت می‌کنه، اونها هم همین را می‌خوان، همین محدودیت های بیشتر بر شیعیان و هر اقلیت دیگری که در این مدت هم شاهدش بودیم. به هر حال ممکن است که امنیت فیزیکی محدودی ایجاد شده باشه، اما امنیت اجتماعی و معنوی کاملا از بین رفته و شرایط بد داره و در آینده هم بدتر میشه. بله، با تشکر از دکتر عبدالواحد افضلی، استاد دانشگاه تورین از ایتالیا، که پیرامون این گزارش دعوت ما رو پذیرفتند. بینندگان عزیز، برنامه رو با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. پیکر آیت الله سید علی شیرازی، فرزند مرجع عالی قدر آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی، عصر روز پنجشنبه 10 صفر برابر با 25 مرداد در شهر مقدس کربلا تشیع و در جوار مرقد مطهر امام حسین در حوضه حضرت سید الشهدا علیه السلام در خیابان قبله حرم امام حسین علیه السلام به خاک سپرده شد. در مراسم تشیع و تدفین پیکر این عالم ارجمند، جمع کثیر از مؤمنان، علما، طلاب، نمایندگان مراجع ازام تقلید و شخصیت‌های فرهنگی و اجتماعی حضور داشتند. لازم به ذکر است که پیکر آیت الله سید علی شیرازی بعد از ظهر سه‌شنبه در شهر مقدس قم و صبح امروز در نجف تشیع شد. صندوق بین‌المللی نجات کودکان نسبت به تأثیرات بحران اقلیمی بر کودکان در افغانستان هشدار داد. بر اساس گزارش صندوق نجات کودکان، در 6 ماه اول سال جاری میلادی دست کم 38,000 نفر که بیش از نیمی از آن را کودکان تشکیل می‌دهند، بر اثر رویدادهای اقلیمی در افغانستان
آواره شدند. پیش از این سازمان ملل از گسترش بحران آب در افغانستان ابراز نگرانی کرد و گفت خشکسالی، آلودگی و استفاده بیش از حد آب منابع آبی مردم را تهدید کرده است. برنامه جهانی غذا اعلام کرده است که آمریکا 280 میلیون دلار برای رسیدگی به گرسنگی و سوء تغذیه در افغانستان کمک کرده است. این نهاد روز چهارشنبه 24 مرداد ماه با انتشار بیانیه گفته است که با این مقدار پول می تواند 3 میلیون فرد گرسنه را با کمک غذایی نجات دهد و 900 هزار کودک و زن مبتلا به سوء تغذیه را درمان کند. برنامه جهانی غذا افزوده است که علاوه بر این بودجه به این نهاد کمک خواهد کرد تا خدمات هوایی بشردوستانه سازمان ملل متحد برای افغانستان را همچنان فعال نگه دارد. فرماندار شهر تل‌عفر در استان نینوا از آغاز مرحله جدیدی از بازسازی قلعه تاریخی تل‌عفر خبر داد. وی گفت که نخستین مرحله از کار برای بازسازی قلعه با نظارت سازمان میراث و آثار باستانی نینوا به مساحت 300 متر مربع از موقعیت قلعه آغاز شد. محسن اشاره کرد که نخستین مرحله از بازسازی این قلعه پس از پایان مبلغ اختصاص یافته از سوی استانداری نینوا به پایان رسید. سازمان بین المللی مهاجرت از کشورهای سراسر جهان خواسته کمک‌های مالی خود را برای مقابله با بحران انسانی در سودان افزایش دهند. این سازمان هشدار داد عدم پاسخگویی می‌تواند منجر به مرگ ده‌ها هزار سودانی شود. محمد رفعت رئیس مأموریت این سازمان در سودان اظهار داشت این سازمان تنها 21% از حمایت‌های لازم برای ارائه کمک‌های لازم را دریافت کرده است، در حالی که مردم با گرسنگی، بیماری و سیل در این کشور جنگ زده مواجه هستند. آفریقا با پذیرش سریع دوچرخه‌های الکترونیکی و برقی از حمل و نقل سبز در این قاره استقبال می‌کند. بسیاری از کشورهای آفریقایی با انگیزه رشد آگاهی زیست محیطی و پیشرفت‌های فناوری در سال‌های اخیر به طور فعال به ترویج موتورسیکلت‌های برقی به منظور کاهش آلودگی پرداختند. به عنوان مثال در کنیا بزرگترین بازار تاکسی موتورسیکلت آفریقا وجود دارد که 5,200,000 نفر در حمل و نقل موتورسیکلت مشغول به کار هستند. این یعنی از هر 10 نفر یک نفر برای امرار معاش خود به موتورسیکلت متکی است. به گفته منابع علمی از ابتدای سال جاری تا کنون 15 رکورد ملی گرما به دلیل تغییرات شدید آب و هوا شکسته شده است. به گفته ماکسیمیلیانو هررا جغرافیدان مشهور این میزان از گرمای شدید فراتر از هر چیزی است که قبلا دیده شد یا حتی ممکن است تصور شود. ماه‌های فوریه تا ژوئیه 2024 رکورد شکنی ترین ماه‌ها برای هر آمار بوده است. لازم به ذکر است سازمان جهانی هواشناسی گزارش داده است که حداقل 10 کشور در سال جاری دمای بالای 50 درجه سانتیگراد را ثبت کردند. دانشمندان دریافتند با سرکوب اشتها به وسیله تحریک الکتریکی قشر مغز از طریق پوست سر می توانند چاقی را درمان کنند. بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت از هر 8 نفر در سراسر جهان یک نفر اضافه وزن دارد و این امر درمان چاقی را به یکی از مهمترین بازارها در جهان تبدیل کرده است. در همین راستا طی سالها تحقیق تیم دکتر شین تشخیص داد که سرکوب اشتها می توانند از طریق تحریک الکتریکی قشر جلوی پیشانی، پشتی و جانبی با استفاده از فناوری تحریک تصادفی ترانسکرانیال یا TRNS ایجاد شود.
همزمان با نزدیک شدن به ایام زیارت میلیونی اربعین، انبوهی از زائران به سمت حرم امامین عسکریین علیهم السلام در سامرا به حرکت در آمدند. همکارم در این زمینه گزارشی تهیه نموده که با هم می‌بینیم. شهر سامرا همزمان با فرا رسیدن ایام اربعین امام حسین علیه السلام شاهد حضور انبوه زائران برای زیارت مرقد امامین عسکریین سلام الله علیهما است. این ایام یکی از مقدس‌ترین مناسبت‌های مذهبی در جهان اسلام به شمار می‌رود، چرا که میلیون‌ها نفر از مردم مؤمن و خداجو با پای پیاده به سمت شهر مقدس کربلا برای گرامی داشت اربعین حسینی سیلاسا حضور می‌یابند. مرقد مطهر امامین عسکریین سلام الله علیهما نیز در سامرا یکی از زیارتگاه‌های مهم در این سفر معنوی به شمار می‌رود که زائران برای تجدید میثاق با ارزش‌ها و مبانی اهل بیت علیهم السلام در آنجا توقف می‌کنند. زیارت ائمه سامرا علاوه بر زیارت اربعین در کربلا، احساس خوشنودی و وفاداری را در میان زائران و محبان اهل بیت افزایش می‌دهد و نشان دهنده تلاش‌های مشترک مؤمنان خداجو برای گرامی داشت این مناسبت بزرگ است. زیارت اربعین فرصتی مناسب و ویژه برای ابراز وفاداری و فداکاری تلقی می شود و محبان اهل بیت مشتاق شرکت در آن هستند تا پیوند خود را با امام حسین علیه السلام تعمیق بخشیده و پیام آن حضرت را به جهانیان برسانند. زیارت اربعین که با زیارت ائمه اطهار در نجف و سامرا و کاظمین همراه است، نشان دهنده وفاداری و تعهد بزرگ زائران و محبان اهل بیت در سفری طولانی و طاقت فرسا است که به صبر و ایمان نیاز دارد. سفری که عمدتاً با مسیرهای زمینی برای رسیدن به شهر مقدس کربلا همراه با غلبه بر مشکلات و موانعی چون گرمای شدید هوا صورت می‌گیرد. جاده‌های منتهی به کربلا شاهد گستردگی موکب‌ها و هیئت‌های حسینی برای تسهیل تردد زائران و حمایت همه جانبه از آنان است که نشان دهنده انسجام، نوع دوستی و سخاوت جامعه حسینیان و اصرار آن بر احیای این حماسه حسینی است. این اجتماع عظیم که در چارچوب بزرگداشت زیارت اربعین امام حسین علیه السلام انجام می شود، تجسمی از عالی ترین معانی وفاداری و ایثار به شمار می رود و هر ساله با حضور گسترده و میلیونی زائران کربلا و سامرا گرامی داشته می شود تا شیعیان و محبان اهل بیت در کنار هم تصویری از وحدت، همبستگی و ایمان عمیق را به نمایش بگذارند. مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام پوشش زندگی مراسم مشایع اربعین حسینی را ادامه می دهد. به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید. مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام به پخش زنده مراسم مشایع زیارت اربعین حسینی سال 1446 هجری قمری ادامه می دهد و این مناسبت بزرگ را پوشش می دهد. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه، مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام اعلام کرد که مشایع زائران اربعین حسینی در سال جاری زودتر از سالهای گذشته آغاز و از مناطق مختلف عراق شروع شده است. پوشش زنده مراسم اربعین حسینی از طریق 6 شبکه ماهواره‌ای وابسته به مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام انجام می شود که برنامه‌های خود را به 5 زبان زنده دنیا پخش می کند. مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام روزانه بیش از 16 ساعت به صورت زنده رویدادهای زیارت اربعین را پخش می کند و به بینندگان خود این امکان را می دهد تا تمامی جزئیات این مشایع را دنبال کنند و با رویدادهای آن ارتباط مستقیم داشته باشند.
این پوشش تصویری بیانگر تلاش فراوان این مجموعه رسانه‌ای در پاسخ به درخواست محبان اهل بیت علیهم السلام و اطلاع رسانی دقیق و جامع در رابطه با مشایعه اربعین است که باعث افزایش آگاهی دوستداران خاندان اطرت و طهارت علیهم السلام در نقاط مختلف جهان و بزرگ داشته هرچه مطلوب تر اربعین امام حسین علیه السلام می شود. مشایعه اربعین یکی از سنت‌های مذهبی رایج در میان شیعیان عراق است که از گذشته‌های بسیار دور با قدمتی چند صد ساله است که محبان اهل بیت از نقاط مختلف عراق به طرف کربلای معلا و با هدف زیارت اربعین حرکت کردند. در سالهای اخیر میلیون‌ها نفر در این مشایعه شرکت می‌کنند. بگویید نه ای که این رویداد را بزرگترین گردهمایی سالانه مذهبی در جهان دانستند. درباره تعداد حاضران در این مشایعه آمارهایی بین 15 تا 30 میلیون نفر بیان شده است. میلیون‌ها زائر یاد شده با شرکت در مشایعه اربعین از داخل و خارج عراق با پیاده روی خود را به سمت شهر مقدس کربلا برای شرکت در مراسم بزرگداشت زیارت اربعین می‌رسانند. درباره اربعین سیدالشهدا و زیارت امام حسین علیه السلام در این روز نقل‌های تاریخی مختلفی وجود دارد که همگی حاکی از آن است که سنت و رفتار مداوم شیعیان از زمان امامان معصوم علیهم السلام بر برپایی و احیای سنت زیارت اربعین قرار داشته و حتی در زمان بنی امیه و بنی عباس نیز به این شعائر عظیمه پایبند بودند. درباره اربعین سیدالشهدا و زیارت امام حسین علیه السلام در این روز نقل‌های تاریخی مختلفی وجود دارد که همگی حاکی از آن است که سنت و رفتار مداوم شیعیان از زمان امامان معصوم علیهم السلام بر برپایی و احیای سنت زیارت اربعین قرار داشته و حتی در زمان بنی امیه و بنی عباس نیز به این شعیره عظیمه پایبند بودند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. سومین سال تسلط دوباره طالبان بر افغانستان. سامرا شاهد حضور گسترده زائران اربعین به منظور زیارت مرقد مطهر امامین عسکریین. و ادامه پوشش مشایع اربعین توسط مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام. بینندگان عزیز، به پایان این بخش از اخبار شبانگاهی رسیدیم. ممنونم که با ما همراه بودید. اللهم عجل ولیک الفرج. خدا نگهدار. به امید دیدار.